یک تابلو هنری به نام درس قرآن متعلق به نقاشی در دوره عثمانی به مبلغ 4,500,000 پوند انگلیس در حراجی سانت پیز لندن به فروش رسید. تابلوی درس قرآن توانست در میان 40 تابلو ارائه شده که متعلق به گروه هنر شرق‌شناسی نجد بود به بالاترین قیمت به فروش برسد. در این حراجی همچنین تابلوی ژان لئون ژروم، نقاش و تندیسکر مشهور فرانسوی با نام عبور اسب سواران عرب از صحرا به مبلغ 3,135,000 پوند به فروش رسید. تابلوی بازاری در یافا اثر گوستاف هاورنفیند، نقاش آلمانی نیز در این حراجی به مبلغ 3,728,000 پوند فروخته شد که این فروش ها بیانگر اهتمام به هنرهای شرق‌شناسانه و به خصوص اسلامی است. گروه نجد در بردارنده 155 تابلو از هنرمندان شرق‌شناسی است که در قرن 19 میلادی از شرق بازدید کرده و مشاهدات خود را در قالب آثار هنری عرضه کردند. این آثار در دهه 70 و 80 میلادی قرن 20 توسط صاحب یک گالری هنری در لندن گردآوری شده است. یادآور می شود مهر ماه سال جاری نیز تابلوی هنری دختری در حال خواندن قرآن در حراجی بونهامس لندن به قیمت 7.4 میلیون دلار فروخته شد.